شیرینی فروشی که سرزده وارد مغازه اش شده بودم، مرا برای صرف چای به منزل خود دعوت کرد. منزلش تنها یک اتاق کوچک بود که در آن زن و دو بچه اش روی دوشکی خوابیده بودند. زن جوانش را برای پذیرایی از ما از خواب بیدار کرد و ما همدیگر را بوسیدیم و کنار سماور نشستیم. برای شنیدن خاطرات زیبای ملکه فرح پهلوی در میان مردم ایران با این ویدیو زیبا همراه باشید. قبل از شروع حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. بر فراز گیلان با هلیکوپتر پرواز می کردیم. بالای بناهای در دست ساخت. استاندار که همراه من بود در گوشم گفت ما در اینجا با کمک ژاپنی ها یک مزرعه نمونه برای تربیت کرم ابریشم تأسیس کردیم. من گفتم پس برویم ببینیم. او گفت اما اولیا حضرت در برنامه پیش بینی نشده و کسی در انتظار ما نیست. اتفاقا به همین علت میخواستم بروم چون آدم ها آنجا مشغول کار بودند و میخواستم غافلگیرشان کنم. هلیکوپتر به زحمت در کنار مزرعه به زمین نشست و ناگهان مردم متوجه شدند که من در هلیکوپتر هستم. در مدت زمانی کوتاه به طرز غیر قابل تصوری مردم جمع شدند. در این موقع یکی از کارگران جیپ خودش را برای رفتن به مزرعه در اختیار ما گذاشت. اما توده روستاییان به دور جیپ حلقه زده فریاد می‌کشیدند زنده باد شاه، زنده باد شاه. دست‌ها به سوی ما دراز بود، به طوری که راه به عقب و جلو نداشتیم. استاندار بیچاره که مثل من در اثر گرد و خاک هلیکوپتر سفید شده بود، سر پای ایستاده بود و بیهوده داد و فریاد می‌کرد. مردم که دلشان می‌خواست با آنها بیشتر باشیم، مطلقاً عجله‌ای در رفتن ما نمی‌دیدند و خیال باز کردن راه را نداشتند. صحبت‌ها شروع شد و بار دیگر محبت آنها را احساس می‌کردم. دلم می‌خواست با آنها بگویم که چقدر برایم عزیزند و همچنین به آنها اطمینان بدهم که سلام‌هایشان را به پادشاه می‌رسانم. عاقبت خلبان توانست چند تن از مردان را راضی کند که برای باز کردن راه به کمک استاندار بیایند. ما در میان سیلی از روستاییان قدم به قدم جلو می‌رفتیم. من در این میان جز چهره‌های شاد و دوستانه چیز دیگری نمی‌دیدم. همین که به ساختمان ها رسیدیم میخواستن درها را ببندند که جمعیت وارد نشود، اما بیفایده بود. نرده ها به محض بسته شدن زیر فشار هجوم جمعیت واژگون شد. پیش خود حق را به استاندار دادم که مرا از خطرات فرود بدون خبر قبلی آگاه کرده بود. من از بابت خود ترسی نداشتم، اما برای مردمی که تعدادشان مرتبا زیاد میشد بیمناک بودم. در نتیجه از بازدید صرف نظر کرده با هزار احتیاط توانستیم خودمان را به هلیکوپتر برسانیم. ولی در آنجا هم پرواز غیر ممکن بود. مردم بدون توجه به خطر تا زیر بالهای هلیکوپتر پیش آمده بودند. استاندار التماس می‌کرد که به عقب بروند، ولی آنها به دادن شعارهای زنده باد شاه ادامه می‌دادند. بالاخره روی پلکان هلیکوپتر ایستادم و درباره لحظات خوشی که با آنها گذرانده بودم صحبت کردم. به آنها گفتم که تا چه اندازه احساساتشان مرا تحت تأثیر قرار داده و مایلم در آینده این ملاقات‌های فی‌البداهه را تکرار کنم و بیش از پیش در روستاها، کارخانه‌ها و خانواده‌ها به دیدار آنها بروم. و به آنها گفتم حالا از شما می‌خواهم به عقب بروید، بر زمین بنشینید تا این دیدار با هیچ حادثه غم‌انگیزی پایان نیابد. آنها متوجه مطلب شدند و حرف مرا پذیرفتند و ما توانستیم در میان هزاران روسری و بازوانی که به سوی آسمان تکان می‌خورد از زمین بلند شویم. این دقایق برایم پرارزش بود. پاسخی بود به کار بی‌وقفه و گاه سخت و بدون پاداشی که همسرم در تهران انجام می‌داد و شاهدی بر این مطلب بود که هر یک از ابتکارهای دولت سرانجام به هدف می‌رسد، چرا که مردم به پادشاه خود اعتقاد دارند. بعضی از این برخوردهای غیرعادی تأثیر زیادی بر من می‌گذاشت. یکی از روزها در کنار یکی از دوستان پشت رول جیپی نشسته بودم و مأمورین امنیتی در اتومبیلی دیگر به دنبال ما می‌آمدند. در کنار جاده با زنی که بار سنگینی حمل می‌کرد برخورد کردم. توقف کردم و به او گفتم اگر بخواهد می‌توانیم او را به جایی برسانیم. او مرا نشناخت و ما توانستیم به طور عادی با هم صحبت کنیم. او از سختی‌های زندگیش با حرارت ولی بدون شکایت حرف می‌زد. ما در شمال ایران بودیم. بعد از مدتی به این فکر افتاد که من کیستم و به کجا می‌روم. طبیعتاً حقیقت را گفتم و این زنی که هر روز با فقر و تنگ دستی دست به گریبان بود، با چنان گرمی و مودتی دست مرا می‌فشرد
که این حرکت او بیش از همه کلماتی که قادر به بیانش نبود در من اثر گذاشت. او خانه ای نداشت و من بعدها او را در خریدن خانه کمک کردم. یک بار دیگر در دستفول وارد یک دکان محقر شیرینی فروشی شدم. شب بود و من با یکی از دوستانم بودم و دو مأمور امنیتی ما را دنبال می کردم. ما لباس های ساده ای به تن داشتیم. شهرنشینانی می نمودیم که برای گذراندن تعطیلات آمدن. زن فروشنده به تفصیل از زندگی طولانی خود صحبت کرد. او قبلا کارگر گرمابه بود و با ناامنی های آغاز دوره پهلوی آشنا بود. گفت من هر روز خدا و پادشاهمان را شکر می کنم که برای ما امنیت آورد. من هر روز صبح خیلی زود به سر کار می آیم و هیچ وقت کسی مزاحمم نشده. در این موقع گروهبان جوانی که در طبقه بالای دکان زندگی می کرد وارد دکان شد. کمی بعد گروهبان مرا شناخت. هر دو گیج شده بودند و من سعی می کردم همون لحن صحبت را دنبال کنم. اندک اندک مرد جوان شروع به صحبت کرد و کار به جایی رسید که از ما برای صرف چای در منزل خود دعوت کرد و من با کمال میل پذیرفتم. منزل او تنها یک اتاق کوچک بود که در آن زن و دو بچه اش روی دوشکی روی زمین خوابیده بودند. زن جوانش را برای پذیرایی از ما از خواب بیدار کرد و ما همدیگر را بوسیدیم. در کنار سماور نشستیم. زن از بچه هایش صحبت کرد و گروهبان از کارش در ارتش. هر دو اهل آذربایجان بودند و آرزو داشتند که به آنجا بازگردند و این خواهشی بود که توانستم بدون کمترین زحمتی برآورم. یک روز در رشت در خانه ای را زدم. در آنجا فوراً مرا شناختند و شور و هیجان آغاز شد. در چند دقیقه همه اهل ده خبر شدند و به طرف خانه هجوم آوردند. هر کس می‌خواست از درد خودش برایم بگوید، از گرفتاری‌ها و خواسته‌هایش. آنهایی که خجالتی بودند و حرف نمی‌زدند، نامه‌هایشان را به دست من می‌دادند. یکی برای تحصیل پسرش در خارج تقاضای بورس کرد. جوانی اصرار داشت مرا به تنهایی ملاقات کند. او معتاد به هروئین بود و می‌خواست من ترتیب بستری شدنش را در یک بیمارستان بدهد. یکی دیگر از زنان از خشونت شوهرش به تنگ آمده بود. مردم از علاقه من به آثار باستانی آگاه بودند و در حین بازدیدهایم مرا به سوی گنجینه‌های پنهانی که حتی کارشناسان وزارت فرهنگ هم از آن بی‌خبر بودند راهنمایی می‌کردند. وقتی به بازدید بازار می‌رفتم به من می‌گفتند فرح فرح بیا اینجا و یا می‌گفتند شهبانو بیا ببین قبر شاعر یا فیلسوف ما در چه وضعیه، باید یه کاری کرد، باید به ما برای تعمیر اون کمک کنید. و من متوجه اهمیت این موضوع بودم، زیرا این شاعر افتخار شهر کوچک آنها بود، نمادی فرهنگی که آنها را به هم پیوند می‌داد و میراثی که می‌بایست به نسل بعد منتقل بشه. گاهی در سفر به مناطق مرکزی شب هنگام به تماشای کویر می‌رفتیم. کویر در حاشیه جهان محل تفکر و تعمق و کسب فیض و من بعد از برنامه سنگین روز برای به دست آوردن آرامش نیاز به خاموشی صحرا داشتم. آتشی برپا می کردیم و به آسمان بیکران و نمایش جادویی ستارگان که فقط در مناطق کویری به چشم می خورد نگاه می کردیم. فقط در شب کویر می شه سقوط شهاب ها رو در فاصله نزدیک حس کرد و من از اینکه نتونستم سوار بر شتر همراه کوچ کنندگان از صحرا بگذرم و رویای دیرینم رو واقعیت ببخشم سخت پشیمونم. این وعده رو همواره به بعد موکول کردم و سال به سال اونو به تأخیر می انداختم. ما همواره در جستجوی تراوت و خونکی و مزارع سرسبز بودیم. اما امروز که من در اروپا و آمریکا زندگی می کنم، دلم برای کوه‌های سنگی و خشک ایران تنگ شده و حتی کمبود گرد و غبار و مگس‌ها رو هم احساس می کنم و همینطور بوی بنزینی که همه جا به مشام می رسید. دلم می خواست در بعضی از مراسم از لباس‌های محلی مناطق مورد بازدیدم استفاده بکنم. همیشه این آرزو رو داشتم، اما از ترس اینکه تفسیر نادرستی از این کار بشه از اون صرف نظر می‌کردم. امروز فکر می‌کنم پوشیدن لباسی همانند سایر زنان می‌تونست وسیله خوبی برای نشان دادن این واقعیت باشه که من هم یکی از اونها هستم، یک زن ایرانی. ممنونم که تا انتهای این ویدیو زیبا با ما همراه بودید و لحظاتی رو همراه با ملکه فرح پهلوی به سفرهای او سراسر ایران گذروندید. ممنون میشم که نظراتتون رو برای ما بنویسید و حتما ویدیو زیبامون رو لایک بکنید.